ما بالاخره تعطیلاتمون تموم شده و اومدیم براتون یه دونه ویدیو جدید درست بکنیم. این برنامه میخوام راجع به چیزه ابتدایی عکاسی صحبت کنم. از من بشنوید. بله. سلام همه، حالتون چطوره؟ من امید اسماعیلی هستم و اینجا پیج بامبل بیزه. دیگه واقعا خیلی دلم تنگ شده بود برای این محوطه و اینا و ویدیو درست کردن و شماها، و اومدم که یه دونه ویدیو خوب درست بکنم بعد از تعطیلات قرن جدید. ببینیم که چجوری پیش میره و امیدوارم که برای همه تو خوب باشه و کلی اتفاقای خوب بیفته. میخوام راجع به چیزای خیلی ابتدایی صحبت بکنم. شاید خیلیا مخاطب به قولی حرفه‌ای پیج نباشن و دلشون بخواد که یک سری از قسمت‌های خیلی ابتدایی‌تر عکاسی و فیلمبرداری را بدونن. امروز میخوام راجع به فوکوس با شما صحبت بکنم. چی جوری میتونیم فوکوس بکنیم؟ فوکوس دستی چجوریه؟ فوکوس اتوماتیک چجوریه؟ و غیره و ذلک. توی این برنامه راجع به دوربین کنون میخوام صحبت کنم. یه برنامه دیگه هم راجع به دوربین نیکون براتون میذارم. از قسمت اولش و ابتدایش میخوام بهتون بگم که چجوری اصلا میتونیم که فوکوسمون رو از دستی به حالت اتوماتیک و بالعکس به قولی جابجا بکنیم، که معمولا که شما میخرید همه چی رو حالت اتومات میذارید، ولی این رو بدونید که برای اینکه بتونید کارهای حرفه‌ای‌تر و خیلی بهتری انجام بدید بایستی که فوکوس دستی رو هم بدونید. خیلی جاها واسه قفل کردن فوکوس و فوکوس رو اولی بذارید بهتون یه توضیح بدم. وقتی که شما تمام اجزاء تصویرتون و یا قسمتی از اجزاء تصویرتون تو حالت وضوح کامل باشه بهش میگن فوکوس. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواید منو تو حالت فوکوس داشته باشید، الان پشت منو میبینید یه حالت تاری داره. فوکوس به چه صورته؟ من فوکوس رو روی چشمها قرار میدم، یعنی چشم من تو حالت وضوح کامله و همینجور که دورتر و دورتر میشه به صورت همینجوری تصاعدی همینجوری تارتر و تارتر میشه. این بستگی به خیلی چیزا داره که اصلا من الان نمیخوام راجع به اون خیلی چیزاش باهاتون صحبت کنم. میخوام راجع به این صحبت بکنم که چجوری اصلا فوکوس رو تنظیم بکنیم. بریم تو این تصاویر ببینیم که چجوری میتونیم فوکوس رو تنظیم بکنیم. خیلی خب، وقتی که روی لنز رو نگاه میکنید همونجور که میبینید دو تا دکمه وجود داره. توی همه لنزا نیستش، ولی روی لنزه L یا اینایی که یه رینگ قرمز داره اینا وجود داره. اتوفوکوس و منوال فوکوس و استابلایزر. استابلایزر که برای تکونای دسته و اتوفوکوس و منوال فوکوس واسه یه فوکوس دستی و اتوماتیکه. منوال یعنی دستی، MF. AF هم یعنی اتوفوکوس که میشه فوکوس اتوماتیک. خب میذاریمش روی منوال فوکوس و میریم داخل خود دوربین. ببینید وقتی روی دوربین نگاه میکنید یه دکمه داره به نام پریویو استارت استاپ. وقتی که میزنید شما پریویو خود کار یا اون تصاویر رو میتونید اینجا ببینیدش. از روی حالت اگر کیو رو بزنید اینجا ببینید که یه سری اطلاعات برای تنظیمات میاد. این کار رو نکنید، بذارید رو حالت معمولی و از اینجا دوباره کیو رو بزنید. ببینید همینجور که میبینید یه سری تنظیمات وجود داره. اگه از این قسمت پایین ببینید، وقتی لنز رو روی منوال فوکوس میذارید اینجا منوال فوکوس برای شما انتخاب شده. قسمت اول اتو فوکوس پوینت سلکشنه، مال موقعیه که شما میخواید به صورت اتوماتیک فوکوس رو داشته باشید. میتونید نقاط رو اینجا بهش بگید که چجوری ازش استفاده بکنه. قسمت دوم درایو موده، به شما میگه که عکسی که بگیریم چجوری باشه، یعنی چند تا عکس پشت سر هم بندازه، یه دونه عکس بندازه، میتونید تایمر بهش بدید و غیره. خیلی خب، میریم تو قسمت سومش. اینم واسه اتوفوکوسه، شما بهش میگید که چجوری اتوفوکوس انجام بشه. روی قسمت اولش ایوالیویت مترینگ، یعنی خودش به صورت پیش‌فرض فاصله اجسامو تشخیص میده. توی قسمت دوم پارشیال مترینگ، اگه درست بگم، مال موقعی که شما بک‌گراندتون یه مقدار روشن‌تره و میخواید فوکوس انجام بدید. سومی اسپات مترینگ، مال موقعی که شما میخواید یک نقطه توی تصویر، معمولا وسط تصویر، رو به صورت فوکوس در بیارید. خب میرسیم قسمت آخر که سنتر ویتد اوریجه، مال موقعیه که شما میخواید محدوده وسطی یا میانی تصویرتون رو تو حالت فوکوس در بیارید. اگر اتوماتیک استفاده میکنید بهتون پیشنهاد میکنم که روی همین حالت اوالیویت مترینگ استفاده بکنید. خیلی خب، میریم حالا واسه حالت منوال. وقتی حالت منوال رو انتخاب میکنید شما فقط کافیه که این ذره بین این وسط رو یه دونه روش کلیک بکنید و با استفاده از رینگ فوکوس شما فوکوستون رو اینجوری ببینید. این تنها راهیه که شما میتونید به صورت دقیق فوکوس بکنید. بعد از اینی که فوکوس رو انجام دادید فقط کافیه که روی دکمه شاتر کلیک بکنید. به همین راحتی شما تونستید بهترین راه فوکوس رو یاد بگیرید تو حالت دستی.
ببینید میتونید بعدش زوم هم بکنید و ببینید که چقدر خوب و عالی برای شما عکستون فوکوس شده. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره اگر بخواید دستی انجام بدید و بهتر از این بشه. فقط یه چیزم راجع به شاتر بهتون بگم، اگر نیمه نگهش دارید تو حالت اتوماتیک خود دوربین به صورت اتوماتیک فوکوس رو برای شما تشخیص میده، یعنی فاصله جسم و بک‌گراند رو تشخیص میده و از حالت اتوماتیک میتونید استفاده بکنید. و بعد از اینی که این کارو کردید فقط کافیه که محکم فشارش بدید که شات بزنه یا براتون عکاسی بکنه. همین. خیلی خب بچه ها، اینم در نظر بگیرید که همه ی لنزا مثل هم نیستن، یعنی یه سریاشون اصلا استابلایزر ندارن. استابلایزر به تکونای دست میگن، یعنی شما دیدی وقتی داری عکاسی یا فیلم برداری میکنی دست تکون میخوره، یا در حال شات زدن به قولی کلیک کردن دستتون یه تکونای میخوره. این استابلایزر بهتون کمک میکنه که دستتون وقتی تکون میخوره عکستون توی به قولی ثابت تر عکاسی بشه. تو موتورهایی داره داخلش، میتونه اون لنز رو به قولی یه کاری بکنه که اون لنز به قولی تکونش کمتر بشه توی ثبت تصاویر. خب دیگه این برنامه هم تموم شد و دیگه حرف خاصی نمیمونه، فقط دیگه خدا هم یه کاری کرده که دیگه بعد 13 به 10 دیگه بریم تو مارمزون و هرچی دیگه بشوره ببره. دست نماز بکنید که بریم برای مارمزون. دمتون هم گرمه. این برنامه رو بفرستید برای دوستاتون اگه دوست داشتید، اگر اونا هم خوششون اومد بفرستن برای دوستاشون اونا هم ببینن، لایک و کامنتش بکنید، یه سیو هم بزنید که حتما به دردتون میخوره. و اونایی هم که تازه واردن حتما دکمه فالو رو بزنید که کلی ویدیو به درد بخور داریم. اگه از یوتیوب نگاه میکنید اون دکمه قرمز رو بزنید، سابسکرایب اون زنگوله چیه بغلش هم بینگ بزنید که از آخرین ویدیوهای من با خبر بشید. بله، تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. گود بای.